سلام سلام بده کارتون برسه. کار باطنش یه همینه، این چند نفرم دهنشون چفت و بسته. سپردم یه اتاق خیلی خوب وسط رو آماده کنن که به این خانمم خیلی بد نگذن. آی نعمت. بله آقو. بازش کن. امنی دیگه. امنه. خیالمون راحت بشه. میتونید برید خودتون ببینید. نعمت چند تا چایی برده بیاد. باش آقو. جلوی رفاقات نخواستم بهت بگم بیرون از اینجا زیاد تردد نکنید. آدمای ژاندارمری زیاد اینجا رفت آمد میکنن، مو بکشن دیگه کاری از دستم بر نمیاد. خیلی خوب، حالا بابت این حالی که به ما دادی چقدر ما رو میخوای پیاده کنی؟ عزت تو جیبت. همین که دهنت چفت و بست داشت و زیر اخیه شهرونی اسمی از من نبردی کلی نشم کردی به سر. برو خزر، برو تو جون به اسرائیلم نمیدی، بگو ببینم. بزا تو جیبت، اومدم رو خماری باید حساب میکنم. شلوغش نکن سر با هم. جناب سرهنگ، من مسئول پرونده خانم بورگوران هستم یا نیستم؟ خب اگر هستم اجازه بدیم پرونده بیا زیر دست من، کارشو انجام بدم دیگه. مگه شما چند وقت پیش نیومدی پیش من گفتی هیچ سند و مدرکی راجع به نقش قواد دیوان سالار و نصرت پاشایی نداری؟ با آخرین گزارش شما که پرونده رو مختومه اعلام کردی عملا مسئولیت تموم شده و من میخوام رأساً خودم این پرونده رو دنبال کنم. جناب سرهنگ، یه لحظه شما من اجازه بدید. یه لحظه. شما به هزیونای یه دختر بی سر و پا میگین اسناد جدید؟ خودش با پای خودش اومده اعتراف کرده که در مورد شیرین دیوان سالار شهادت دروغ داده. بنا به این اعتراف میشه حکم شیرین دیوان سالار رو برگردوند و اگه موعده دادگاه رفع اتهام بشه از ایشون، میشه قواد دیوان سالار رو به جرم تبانی و سرپوش گذاشتن روی واقعیت به دادگاه کشون و پرونده دیوان سالار رو به جریان انداخت. اما جناب سرهنگ، مخصوصا با فرار فرهاد دماوندی و مرگ سرهنگ تیموری شرایط ممکنه کاملا تغییر پیدا کنه. جناب سرهنگ، رگ خواب این دیوان سالارا دست منه، فقط قلقشون رو من میدونم. کی میتونه مثل من به قباد دیوان سالار امر و نهی کنه و بد قصر در بره؟ به خودتون قرار نباشین در این مورد سربان. سرهنگ تیموری هم احتمالا مثل شما فکر میکرد عاقبتش این شد. اولا طبق شواهد قتل سرهنگ تیموری کار فرهاد دماوندیه که حتما دلیل و منشأ سیاسی داره. دوما شما سرهنگ تیموری یه لاقبای نون به نرخ روزخور بی اراده رو با من یکی میکنید؟ تو حق نداری در مورد مقام بالاتر از خودت اینطوری حرف بزنی، اونم آدمی که دستش از اون یا کوتاهه. بله جناب سرهنگ، کاملا حق با شماست، من معذرت خواهی میکنم. فقط جناب سرهنگ اگه ممکنه به من یه فرصت دیگه بدین، بذارید من خودم از این دختره بازجویی کنم. من شک ندارم که این تحت فشار این اعتراف جدیدو کرده. خواهش میکنم جناب سرهنگ. نه میشنوی سربان، نه و این نه بسیار قاطع. شما به اندازه کافی فرصت داشتین سر پرونده مرگ بلقیس دیوان سالار از این زن پرسجو کنین و اگه اون موقع نتونستین چیزی ازش بیرون بکشین الان هم نمیتونین. تو این فکرم نباش که بخوای به طریق دیگه ای پرونده اکرم بورگورانو به دلیلی که نمیدونم چیه و فعلا تاکید میکنم فعلا نمیخوام بدونم بکشی زیر دست خودت، چون در اون صورت حکم تعلیق از خدمت تو میذارم کف دستت. تا روز دادگاه این زن میخوام موضوع جایی درس پیدا کنه. مفهومه؟ حالا عطول خانم از من داری سوال میکنی؟ لاله بچه که نبودم، یه کارش بکن پاشورش کن تبش بیاد پایین دیگه. شهرزاد خانم نیومدن هنوز؟ من بخو عطول خانم خود یه کارش بکن.
چی میگی؟ گفتن ممکنه خودکشی باشه. حکمن قتله. پرسجو کردم، یکی همراهش بوده، رانندش خلع سلاح کردم. قباد دشمنش میتونه دشمن ما هم باشه، هرچند ممکنه اصلا هیچ ربطی به ما نداشته باشه. یه تصفیه حساب شخصی، یه ناموسی، حتی کم نداشت از این دست رسوایی ها. نمیدونم آخه چرا باید این تیموری خودکشی کرده باشه. من خبرشو دارم، با پولایی که ریز ریز و نرم نرم از ما گرفته بود قصد داشت انحصار نصب تلویزیون رو تو کل تهران مال خودش بکنه. کم کاری نیستین. آخه کسی که فکرش تا اینجا کار بکنه محال خودکشی کنه. گفته بودی میخواد ما رو ببینه، نه؟ آره آره، خودش به من تلفن کرد. ببینم، یعنی منظورتونه که مرگ تیموری ربط داشته به اون قرار؟ چیزی ممکنه، هر چیزی الان ممکنه، هر چیزی. کجا داری میری بابا؟ همین الان قرار داریم با تاجر پنبه وارد کننده سیما. بابا میگم کجا داری میری؟ بابا دیگه پس تو برو برس به قرار با تاجر پنبه و سیما، منم تنهایی برم ببینم چطور میتونم از خودم و خانوادم محافظت کنم. فری، آقا باد داره میاد بیرون، به بچه ها بگو سایه به سایه همراهش باشن. اعتراف کرده بودم. نه دیگه، خرابش کردی، بد جوری خرابش کردی. از این بدتر مافوقم میخواد اینجا نگرت داره تا ازت بازجویی کنه که بلکه بتونه به کثافت کاری های دیوان سالار هم پی ببره. اومدی بگی خراب کردم، بهم اعتماد نداری، ماده ببرت فرو ریخ. چرا درز و دورزای نقش طلایی خودت نمیگی؟ ای بس چرا ندوسیده بودم نقشه من حرف نداشت، الان هم حرف نداره. این سگ افتادم به جون هم دیگه، همهشون تا هم دیگر پار پوره نکنن ول نمی کنن. این وسط شیرین بیخطر بود که با اعتراف تو یه اعتبر از دادگاه تبرئه میگیره و برمیگره سر خونه اولش، که البته اونم دارم براش. نگران نباش، فقط حواست باشه بیشتر از این چیزی رو اعتراف نمی کنی. اگرم از من پرسیدن بگو همینجوری فقط خواسته پر و بالا همو بگیره و از یه بچه‌رم لو نمیدی. فهمیدی؟ اگه خوبات بفهمه موش میدونه. اگرم گفتن انگیزه اعترافت چیه بگو همینجوری خواب دیدم، چرت و پرت بگو، چرند بگو، هرچی چرند در بهتر. شو سرم میاد اگه اونی که رشتم پنبه نشه به سرت نجاتت میده وقتی که بشینه جای دیوان سالارا. بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم،
حالا حالا من فکر نکنم بتونم بیام ببینمت. اگه اتفاقی برام افتاد سالارم به تو سپردم. میگم یه وقتی صورتش تکونایی میخوره ها. ارادی نیست اونو عزیزم، نشستن تو اینجا که الان به حالش فرقی نمیکنه. چرا نمیری خونه یکم بخوابی؟ نه نمیرم، میخوام به ساسان بگم که هوشنگ بیدار شده. بچه دیشب به من میگه، میگه ماما مگه بابا خرسه گرفته تو خواب زمستونی بیدار نمیشه؟ میگه آخه الان که زمستون نیست بچه رو بابا بیدار نمیشه؟ بچه اینقدر زود خوابیده؟ بچه هست دیگه، یه چیز برای خودش میگه. نومیرا بیا بریم، خودم میبرمت خونه خانم جون. هم یه ذره بخواب، هم یکم به سازان برس، فردا میارمت دوباره با خودم عزیز دلم. باشو. بابا اومدی؟ باز بیدار نشستیم بی وقت شبی. حالی چطور بود؟ همون بود. حالا روز با جنقای درب داغون دوزاری رو میبینیم؟ خسته به نظر میده یه رو بشیم اگه میخوای. دلم خیلی میسوزه برای همیرا و ساسان. ساسان فکر میکنه باباش رفته تو خواب زمستونی. چرا آخه هوشنگ چنین کاری کرد؟ چرا ما هیچ وقت جدی نگرفتیمش؟ قصه این یکی رو کجای دلم بذارم؟ تو چرا باید قصهش رو جایی از دلت بذاری؟ دلم میسوزه واسش، بیخوابم خیلی، نمیفهمم چی دارم میگم. مریض میشی اینطوری؟ مهمه برات؟ به عنوان یه پزشک مریضی همه مهمه، حتی تو.
پس به خاطر اون سوگند پزشکی که خوردی ببین چه فکری میتونی به حالم بکنی. یه چند ساعت بخوابم، بلکه از کابوس این زندگی که توشم بیدار شم. بالشو بده. آرام بخش داره، زود خوابت میبره. شهرزاد بگم میخونی؟ میدونم خسته ای، تمام شب نخوابیدی اینا، ولی یکم خواهش میکنم بهتره من برم، تو هم بگیری بخوابی. همین یه بار، شاید برای حال هر دومون خوب باشه. ای ملک، تو چه دانی که راوی این قصه های بی پایان خود حامل هزار درد و هزار داستان است؟ چه فایده گفتن آن همه حکایات ناآشنای جن و پری که در تو هیچ اثر نکرد و اثر نمی کند؟ شاید که حکایت آشنای این راوی غمگین ذره‌ای بر جانت بنشیند. حکایت دختر آفتاب مهتاب ندیده ای، انگار که سالیان سالیان دور، گویا که ایستاده در آغاز تمام راه‌های دنیا، به زن خودش، جهان در مشتش، عشقش در دلش، مردش در برش، شعرها در سینه‌اش، سوداها در سرش، هزار هزار قله برای فتح در برابرش، هزار هزار خیال معصوبانه در خوابهای هر شبش. روزی روزگاری دختر آفتاب مهتاب ندیده به خانه پیر هزار چهره‌ای در آمد به بازی کودکانه. در همان نخستین نگاه پیر مرد که نه فقط خدم و حشم قصر طلایش، که بزرگ و کوچک سرزمین‌های دور و نزدیک آرزوی دمی دست بوسیش را داشتند، دل بست به هم نشینی با دختر عاشق. این که بین دنیا دنیا سیم و زر و جلال و جبروت چه در وجوده آفتاب و مهتاب ندیده یه راوی ما دید که دیگر هرگز نتوانست او را رها، آزاد، آنطور که همیشه بود ببیند و بخواهد؟ رازیست که پیر با خود به گور برد، رازیست که دختر شاید هرگز نداند. Oh.
اگه دست آخرون یخ آب شد به این خاطر بود که دختر سر بالا آورد و بهت نگاه کرد، به چشمات، به چشمای خودت قباد، نه نگاه تحمیلی و سنگین داماد بزرگ آقا. توی نگاهت زندانبان ندید، یه همبند دید. توی حرفات صدای یه همدم رو شنید. رفته رفته اول به حضورت عادت کرد، بعد کم کم بهت خو گرفت. مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کرده با خانه من، چه کردی چه کردی چه کردی. جهان من از گریت خیس باران، تو با سقف کاشانه من، چه کردی داغ، سوک پشت سوک. عشق اگه عشق باشه هیچ وقت نمیذاره جیگر معشوق اینطوری بسوزه. چطور میتونی ادعا کنی عاشقی وقتی حتی پسرمو ازم دریغ کردی؟ عشق اگه عشق باشه انقدر سیاه نیست، مثل نسیم میمونه. چطور میتونی ادعا کنی عاشقی وقتی جز مرگ و ویرانی تمام لحظه های خوشحالی زندگیم چیزی باقی نذاشتی برام؟ عشق اگه عشق باشه مثل زندان نیست، از جنس آزادیه. عاشق باش قباد، عاشق باش، رها شو از این نفرین گری و طولانی.
ببین عشق دیوانه من چه کردی. سروان و پرویز داری شربانی؟ کجای پهلوان؟ گل کاشتی؟ سرهنگ تیموری و فرستادی اون دنیا؟ ایوالا کم کاری نیستا؟ مزخرف من نکشتمش، ممکنه خودش مرده باشه، اما من هیچ جا تو روزنامه از اعتراف نامه‌ای که به سینه‌اش سنجاق کرده بودن چیزی نخوندم. اعتراف نامه؟ بابا چه کردی؟ مردی مرد دیگر داری این هوا، ازش اعتراف هم گرفتی؟ جان من بگو کجایی، همین الان بیا ببینمت. ببینم پرویز، از اینکه هیچ حرفی از اعترافات تیموری هیچ زده نشده برام خیلی عجیبه. یا وزیر سیبیلی رد کرده باشم، یا باید یکی بعد من رفته باشه سراغش. من شکم توه. به من چرا؟ جز اینه که من خودم راپورتشو بهت دادم؟ خب دقیقا به همین خاطره که میگم همه شکم توه. از کجا معلوم تعقیبم نکرده باشی و بعدش؟ این مزخرفات چیه داری میگی؟ با اون بدبختی از زندون بکشمت بیرون که دوباره بکنم بهتون تو؟ من یه دیوانم؟ من الان هیچ چی نمیدونم. از اینکه از زندون نجاتم دادی ازت ممنونم. حالا انگیزت هر چی که بوده. اما خواستم بهت بگم که این آخرین تلفنمه. باقیش خودم تنها میرم. اگه بفهمم داری ردمو میزنی، مجبور میشم چشمامو ببندم به دینی که بهت دارم. ببین تو نمیتونی تنهایی، گوش کن منو ببین چی دارم بهت میگم. به من بگو الان کجایی؟ همین خانم انگور. نه خیلی ممنون، از آب گذشته است. دست شما درد. گوشه جان اسمت چیه؟ زینت خانم. زینت خانم مدرسه هم میری؟ نه مکتب میرم. مامانت مواتو شونه نمی کنه؟ مادر پدرم مردن، من شرم هم زندگی میکنم اونها. دست شما درد نکنه خانم. منم یه عمه بلقیس داشتم که وقتی بچه بودم بعضی وقتا موهامو واسم شونه میکرد. الان هم میکنه؟ نه دیگه، آخه نیستش، رفته همون جایی که پدر و مادر تو رفتن. سلام آقا. سلام علیکم. سلام آقا. سلام علیکم. شیری فرار جایی رفته؟ سلام مامو. نمیدونم، وقتی ماشین نیست یعنی رفته جایی دیگه. و اینم شده بر ما علی ورجه، نمیتونه یه جا بنشه. تو درد سر ننداز ما رو حالا. خیلی خب، موات خیلی قشنگ شد، برو سر غروب بیا واسط ببافمشون. بیا اینو بخور ناشتانم. دست درد نکن. تو اصلا دیشب خوابیدی؟ نه، همش تو فکر اون طفل معصومه. هنوز؟ اگه میدونستم الان مرده اینقدر سخت نبود. صابر همش میترسم، میگم
نکنه یک گوشه کناری تشنه و گشنه افتاده باشه بچه. الان هم دیگه نقشه اعتراف گرفتن از اکرم عملی نی. تا وقتی تو متهم به قتلی هزاری هم ما بزنیم و بکشیم و فرار کنیم و انتقام بگیریم هیچ کدوم فایده نداره، شما حقتون رو میتونیم پس بگیریم. بیا شازده اومد. او فرار تو برای خود کجا میری؟ رفته بودم شهر. دیوونه شدی تو؟ کم دنبالمونن، کم تو دردسریم، نمیگی ردمونو بزنه؟ باید میرفتم. حالا این بایدی که میگی نتیجه ای هم داشت یا نه؟ همچنان باید بشینیم تو این خراب شده خاک سقف بزنیم. اطلاعاتی راجع به شاپور بیکری گیر آوردم، بکنم وقتشه. کی؟ امشب. یه سری خرت و پرت هم گرفتم که ممکنه به کارمون بیاد. بیا چی؟ بخونش. تو که گفتی نکشتینش؟ به بله ما نکشتینش. بعد چی میگه این؟ شاید پاش سر خورده، چه میدونم. شاید هم شاید چی؟ شاید یکی دیگه کشتتش. ردتونو زدن؟ نه بابا، کجا ردمونو زدن؟ قربان سواری حاضره. البته آقا نفس کشیدن تو امارتی که شما توش نباشید نه برای من آسونه نه برای باقی قدم هاشم. ایشالله صحیح سلامت به اتفاق سرعی خانم از سفر بر میگردین و چشما به جمال شما و سرعی خانم کنار همدیگه روشن میشه. آقا اینقدر زبون نریز برای من، من که خانم نیستم با این حرفا نرمشم. تو اگه ملازم مخصوص خانم نبودی تا حالا 100 دفعه فرستاده بودم به دون دنیا. گوش کن، میخوام وقتی خانم برگرده همه چی همون جوری باشه که ایشون رفته. ببینه هیچ تغییری نکرده. هرچی از نظر لطف شماست آقا، هر امری داشته باشین در خدمتتون هستم. تو این مدتی که من نیستم بده خونه رو به قول خانم این دستی گل کنن. آها در ضمن پنجره هارم که میله آهنی میکشه یادت که نرفته؟ بله. کیه تو تاریکی وایستده؟ یه زنه آقا. زنه؟ بزن این کلا شده احتیاج به کمک داشته باشه. چشم آقا. جسارت آقا. ولی لازمه بریم تلمره، چیزی نیست آقا. ناموس مردم، زن خودت هم بودم اینجوری میکردی. برو. چشم آقا. آقا سلام. سلام آب جوش. شکر شما رسیدین. این یه هایی ازش بخار زد بیرون، همینجوری بی هوا وایساد. این وقت شب یه زن تک و تنها تو این جاده سوتوکور. شب و جاده سوتوکور خطرناکتر یا شوهر مجنون چاقو به دست؟ تو رو خدا ببینیم میتونین درستش کنیم. شما خودتو نگران نکن آب جی، به سرش خودم.
غلط نکنم دختر بزرگ هست. حرکت کن. تکون نخور. رای اصلا صابه بگر بگر این سر بگر 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 را بیافه جام اشتباه نمی کنم؟ شما شیرین خانم دختر مکرمه مرحوم بزرگوار نیستی؟ بهتر دهنتو ببندی هر وقت ازت خواستن حرف بزنی. بپیچ به راست. بجم دستا بالا برو برو بزن به چاک کریه نمیشه این خانم چی میکره بزن به چاک دو ساکی میخواه پشت بزنی همینجوری بزن برو گم شد تا نزن شرف چه خوشگلم کرده خودش کی؟ شاپور مهودی زیر این کاغذ رو انگوش بزن حالا چی هست؟ بخونش هی اینکه چون دیگه تو سن من نمیتونم بدون اینک بخونم این جانب شاپور و بهبودی فرزند عظیم در کمال صحت و بدون هیچ گونه اجبار و اکلا اقرار می‌نمایم که با همکاری و مشارکت قوا دیوان سالار سلم بریدیم می‌بینیم مرحوم هاشمی است دماوند پس درست حد زدم این جوان پرشور و خشمگین فرزند هاشم دماوندیه خدا رحمتش کنه کاری که بهت گفتم انجام بده ببین من شنیده بودم شما تو کار ادبیاتی ولی فکر نمی کردم اینقدر تخیل قویی داشته باشید چون واقعا با هیچ سمقی نمیشه قتل پدر شما رو به ابای من چسبوند چرا؟ میشه با همون سمقی که تو عقوبات دیوان سالا رو به هم میچسبونه تا افیون جا به جا کنی واسه هر حرفی که بهت میزنم سند و مدرک دارم آقا پسرم اگه سند و مدرک داری دیگه چه احتیاج به تایید منه همه میدونن که خب شما دل خوشی از قباد دیوان سالار نداری منم همینطور البته میتونیم با هم دست همکاری و دوستی بدیم بر علیه اون و در ضمن آدرسی هم که برای افیون به شما دادن فکر میکنم آدرس غلطی باشه من برای معامله با شما اینجا نیم کاری که ازت خواستم انجام بده چه طول کشید میرسن الان آدماش نبا و نگران نباش تو یکیشون ناکار کردی منم دوتاشونو دیگه بعدم از کجا ما میدونم ما اومدیم اینجا فرض کنید من اصلا نخوام زیر این برگر رو انگوش بزنم شما چیکار میخوای بکنید یه آدم منور فکری مثل شما اصلا بلده اون ماشه رو بچکونه میتونه آدم بکشه اصلا فرضن که منو کشتید فایدهش چی؟ فایدهش اینه که انتقام خون پدرم ازت میگیرم آه!
حالت خوبه فرا؟ نه آشان خواهم گردن من شیرین خیلی عقد باشم منم باید بهش ادایی دهین کنم صابر بیا صابر بجوم این که نیستش فراد نیستش؟ در رفته باز همین دورو بر باشم بگم اونه هاش داره فرار میکنه بر بودو فرار بایستم بسر بری بجام چطور تو نگاه کن بریم فرمگاه بریم فرمگاه چه کارت چه بکنیم با این وضعیت برو امارت خب برو امارت مگه نگه آقا میگه برو امارت بطول خانم بله خانم امیدو تنها گذاشتی کجا فل کردی داری میری نگران نباشید خانم آقابات داخلن ممنون بای جست بابا اینجا چی کار میکنی؟ تازه خوابش برده برام سخت شهر داد این چیزی که میخوام بگم اما با خودم کنار اومدم که بگم از فرد آزادی که زندگی تو برداری و هر چه خواستی ببری امیدم همینطور اونم میتونی با خودت ببری که خیالت راحت باشه از شر سایه زنگینی جفتمو خلاص میشی اون یکی که قانون تکلیفشو تعیین میکنه منم خودم رو یه جهنم در ره دیگه ای تبعید میکنم که چشمت دیگه هیچ وقت بهم نیفته قوات امید خوش اقباله خوش اقبالی که مادری مثل تو داره اما بد اقبالی که پدری مثل من داره چون از من جز ترس تحقیر آدم کشی چیز دیگه یاد نمیگیره ازم نخواه بیشتر توضیح بدم چون نمیتونم نگاهت که میکنم دلم میلرزه میترسم پشیمون بشم بری به کارتون برسی
نمیخواد بریز بده من. آقا من فردا صبح میام برای عوض کردن پانسمان، فعلا یه آتل میبندم که دستتون رو تکون ندین. ممنون. خواهش بکنم. جبران میکنم. خواهش بکنم. بله؟ جناب آقای دیوان سالار؟ جناب بهبودی، من نصرتم. جناب دیوان سالار در حال استراحتن، نمیخوایم بیدارشون کنم که. چرا نمیخوام، حتما بیدارشون کنید. امر میکنم بیدارشون کنید و بهشون بفرمایید که اگر من جای ایشون بودم حالا حالاها دیگه نمیخوابیدم. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ همین یک ساعت پیش خانم شیرین دیوان سالار سعی و سالم و علامات به همراه پسر هاشم که قرار بود تو زندان باشه بالا سر من بودن، به اضافه یه جوون الدنگ که نمیدونم کی بود، هر ستان مسلح. و اگر نبود اقبال ذاتی و خانوادگی من که من الان باید کنار برادر مرحومم و بزرگ آقا بودم. به شما که آسیبی نرسیده؟ تیر از کنار قلبم رد شد، الان از یه دست علیلم. ببین اگر بخوام بگم معرفت به خرج دادم که شریک قدیمیمو با خبر کنم که جونش نجات بدم، دروغ گفتم. تو هم مباشر باهوشی هستی، اینا رو حالیته. ورش در بیارش اینجا، عقلمون رو هم بریزیم ببینیم چه غلطی باید بکنه. این پسر خیلی میدونه، میتونه برای هممون دردسر ایجاد کنه. چشم، از سوهای آقا رو خبر میکنم، به اتفاق خدمت میرسیم. کیه این وقت شبیه نصره؟ باید بریم امارات بهبودی. چه خبره؟ تو رابط میگم، بیا بایسته بینم. نصرت شهرزاد خانم، ببخش بطول درزوندی منو. ببخش، یه حرفی چند روزه تو که زبونمه، دنبال یه وقتی بودم خدمتتون بگم. چیزی شده مگه؟ والا خانم، از این خبرهایی که بین کلفت نوکرا چوبیچه میشه کلی فکرم رو خراب کرده. چه خبرهایی؟ حتما خودتون شنیدین که سرهنگ تیموری رو کشتن، یا اینکه گویا آقا فرهاد از زندان فرار کرده، یا همین رفت اومدای بی وقت آقا قواد و نوست به بیرون امارت. شهرزاد خانم، جسارتا من اگه جای شما بودم و آقا امیدو میبردم یه جای دور از اینجا، بد نیست به یه بونه بهانه ببردش خونه مادرتون. البته هر جور خودتون صلاح میدونن. من برم تا کسی فال گوش وای نزده. با اجازتون. میگم فراد یه دو سانت اون گوله رو اون ورز تر زده بودی، الان رو آقا تارون گرفته. الان اون مردی که میره خبرشو میده به قباد، اونم میره تو صد تا سوراخ قایم میشه، هیچ وقت دستمون بهش نمیرسه. آدمی ترسیده رو راحت‌تر میشه گیر انداخت، گیج میشه و دست و پاشو گم میکنه، اون وقت با پای خودش میاد تو تله ما. کی میاد تو تله ما؟ اینجوری که ما داریم پیش میریم تا ابد طول میکشه، داریم دور خودمون میچرخیم. شدیم مأمور انتقام خاندان دماوندی. من قبلا شرایطمو بهتون گفته بودم، اما هنوزم برای اینکه راهمون ازم جدا کنیم دیر نیست. آره اصلا درستش همینه. بابا. نه درست دارم با دوتاتون دارم حرف میزنم. بسه، اگه داریم خاله بازی میکنیم که تهش قهر کنیم با هم دیگه راهمون هم جدا کنیم.
با ما یه کاری با هم شروع کردیم یا علی گفتیم زندگی اونو گذاشتیم وسط هر سه تامون تا تهش هم با هم دیگه ایم تموم شد رفت. صابر این گوشه کنارا نگه دار. آره نشو رفیق نیمه راه بشیم دیگه. رفیق نیمه راه نازک نارنجی. صابر گفتم نگه دار. ما تا تهش با همین ستایی ما نفر بعد قوت دیوان سالار، اما من قبلش یک کار نیمه تمومی دارم که با تنهایی انجامش بدم. فردا بعد از اون اگه سر قرار قبلیمون نبودم جاتون عوض کنم. صبر کن فراد، تو خودت گفتی ما هدفهای بزرگتر داریم، ولی کجا میخوای بریم؟ تا فردا. میخوای بریم سینما؟ نمیخوای بریم سینما؟ دیوونه یا تو این وضعیت؟ دیگه دیوونه تو نبودم که خودم قاطع این دیوونه بازی نمیکردم. درخت غم به سینه می نشانم. چیکار میکنی خانم جون؟ ها؟ میگم چیکار داری میکنی؟ هیچی مادر، چند تا پیمونه برنج خیس میکنم. آه قربونت برم، این همه برنج واسه کی آخه؟ شما که اصلا چیزی نمیخوری، ما هم که شام برنج نمیخوریم هیچ وقت. چه میدونم مادر، من که هوش و حواس درست درمانی ندارم، شب و روزم با هم قاطی شده. خیلی خوب، برو چهار تا تخم مرغ بردار بیار، اشکنه درست میکنم. برو قربونت. چهار تا چرا خانم جون؟ ما که دو نفریم فقط. خدا رحمت کنه آقا تو. یه دونه برای اون میشکستم، یه دونه برای فرهاد. حالا عیب نداره مادر، شاید یه مهمون ناخونده اومد. قربونت برم بیا. مهمونه کی آخه؟ از وقتی هم که با خاله پروین حرفتون شده کسی در این خونه رو نمیزنه دیگه. تو چرا همش نشستی برای دل من مادر؟ تو جوونی، من دیگه عمرم رو کردم. قربونت برم. تو چی کار به دعوای من و خاله پروینه داری؟ تو با سیمین فروبیاتو داشته باش. بدین من خانم، این حرفا چیه آخه؟ شما رو ول کنم کجا برم من؟ مادر جون، اول آخرش دختر مال مردمه. خانم جون، من اصلا تا آخر عمرم نمیخوام شوهر کنم، میخوام بشینم بره دل شما. چی میگی اصلا؟ این حرف چیه که میزنی مادر؟ میخوای تن و بدن آقا تو قبل بلرزه؟ من به وقتش بعد تو رو سر سامون بدم، بعدم دراز به دراز شم رو به قبله. وای خانم جون، میخواین منو دق بدین با این حرفا؟ من اینا رو خالی کنم، این حرفا رو میزنی. مادر چیکار به اونا داری؟ یه چهار تا پیمونه برنجه، شاید یه مهمون ناخونده اومد. دست بردارین دیگه خانم جون، میگم تا ده فرسخی اینجا اصلا مهمون رد نمیشه، خیالت راحت. حالا من مهمون خوندم یا ناخونده؟ سلام مادر. الهی مادر قربونت بره. داداش الهی درد و بلات بخوره به جونم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و
یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمات بریزم. نگو دل بریدی خدا نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم کجایی عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خونت بریدم. بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن. بیا زخمامو یه جوری رفو کن. عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟